من ارژنگ مرتضوی فرزند جانباز و زندانی سیاسی عبدالرسول مرتضوی هستم. منم شهرادم و به عنوان تولید کننده محتوای این آخرین ویدیو من تو فضای مجازی تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. روی صحبتم با سید علی خامنه ایه. شما مگه نمیگفتین دهه 80 آینده این مملکتن؟ من به عنوان آینده این مملکت معترضم و اعتراض حق طبیعی و قانونی هممون. چرا باید یه معترض تو خیابون علنا مورد ضرب و شتم قرار بگیره؟ ببینید بچه‌ها، تو تمامی کشورها حکومتی که حاکمیت یه کشور رو بر عهده میگیره باید با توجه به فرهنگ اون کشور اداره کنه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی با تاثیر منفی که روی فرهنگ گذاشت باعث نابودی کشور شد، که فرهنگ تشکیل میشه از پوشش، زبان، تاریخ، ادبیات، که مهمترین تاثیر منفی جمهوری اسلامی جداسازی مرد زن از بدو تولد بود. ببینید بچه‌ها، هر کشوری نه تنها جمهوری اسلامی تو حق طبیعی انسان‌ها دخالت کنه و اونو به خاطر رسیدن به اهدافش تغییر بده، که الان جمهوری اسلامی دقیقاً همون کارو داره میکنه، حکومت باید حذف بشه، که الان خوشبختانه انقلاب به وجود اومده و داره این اتفاق میفته. من دانشجوی دانشگاه خوارزمی ام که الان حدود 5 هفته است که تعلیق شدم و حق ورود به دانشگاه رو ندارم. اصلا جدا از اون، منو هم ممنوع ورودی به دانشگاه، هم ممنوع خروجیم از کشور، هم ممنوع تصویرم از فضای مجازی، اون به کنار. اصلا به چه دلیل اینکه ما یه معترضیم؟ چرا باید تو دانشگاه اصلا خوشونتی اعمال بشه؟ اصلا تو کشور چرا باید خوشونتی اعمال بشه؟ مگه نمیگید دانشگاه امنه برای دانشجو؟ چرا باید درگیری بشه؟ همین لباس منو پاره کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط داریم اعتراض میکنیم. همین لباس شخصی که ریختن توی خیابونا، همینا دارن ما رو میگیرن. کسایی که حتی اعتراض هم نمیکنن، اصلا براشون فرقی نداره. نه خودمون چه، نه بابا جلو چشمون اصلا نمیتونم اون یادم میاد. جدای خودمون، مادر یکی از بچه‌ای که سال 98 کشته شده بود با تیر زدن. تیر زدن تو سرش. وقتی تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز رو با اشک‌آور و تفنگ جواب میدین، مردم بر اساس ماده 156 مجازات اسلامی حق دارن که شخصاً از جان، مال، ناموس یا آزادی تن خودشون یا دیگران در برابر هر گونه تجاوز و خطر فعلی حفظ مونن. این اصلا قانون خودشون نیست. بر اساس ماده 156 قانون خودشون وقتی احترام نمیذارن، مردم واقعا نمیفهم وقتی خودشون به قانون خودشون احترام نمیذارن ما احترام بذاریم؟ مگه نمیگین عادل هستین؟ چطور در راهپیمایی‌ها و تجمعات خودتون از به اصطلاح طرفداراتون پذیرایی میکنید، ولی با مردم معترض با خشونت رفتار میکنید؟ ببین بچه‌ها، الان دیگه اصلاً اعتراض نیست، انقلابه و این انقلاب خودمون شروع کردیم. هر کی که شروع کرده بیاید از همین اول خشت اول رو درست بذاریم، مثل خودشون رفتار کنیم. ببین بچه‌ها، وقتی با تیر دارن یکی رو میزنن، واقعا دوستان واسهتون اتفاق بیفته، ولی فکر کنید واسه یکی از نزدیکانتون اتفاق میفته. وقتی با تیر دارن میزنن، اون صحنه رو وقتی میبینی نمیتونی غیر از خشونت رفتار کنی. فرهنگ ایران رو درست کنیم بعد از انقلاب، چون خودمون شروع کردیم، خودمون درستش میکنیم. لطفا بزرگترا یکم اعتماد کنن به ما. من خودمو نمیگم، به هر کسی که رفته تو خیابون، چون قطعا کسی که الان به خاطر انقلاب تو خیابونه مغزش اونقدر رشد کرده که بدونه چجوری باید با مردم رفتار کنه، چجوری برای فرهنگ جدید و سالم بسازه. ببین بچه‌ها، این انقلاب خودمون شروع کردیم، بیاید همه با هم دست به دست هم بریزیم تو خیابون و انقلاب کنیم و خودمون رو تمامش کنیم. و کسایی که هنوز این حکومت رو قبول دارن و برای رسیدن به منافع خودشون و این حکومت فاسد کار میکنن، اگر خواب هستید زمان بیدار شدن. ببینی قبول داری کسی که الان این حکومت رو قبول داره یا قطعا به خاطر منافعشه یا واقعا آدم مشکل داره؟ هیچ آدم سالمی وقتی میبینه تو خیابون دارن یه بچه رو میکشن، یه مادر رو میزنن، یه جوان رو به خاطر حق طبیعیشو داره فریاد میزنه میکشن، واقعا آدمای مشکل دارن و تنها راهشون حذفه. یارو آخونده میگه جوانی رو دیدم در خیابان که عمامه پرانی کرد، بعد میگه عمامه افتاد زمین تبدیل به مار شد، جوان رو نیش زد. آخه ببین چی فرض کردید ما رو؟ نمیدونم، اینا همش بچه توهینه. این حرفی که میزنه فهم میکنه ما عقل نداریم. بعد جالبش اینجاست، خامنه ای و رئیسی میان که کلن حکومت میاد میگه که کسایی که تو خیابونه دشمن من، اسرائیلن، آمریکا. کی گفته؟ ما این منم سامانه، بچه جوونن از 14 سال. ببین چیکار کرده بچه 14 ساله با اون سن کمش به این درک رسیده که باید بیا تو خیابون بجنگه واسه آزادیش حق طبیعیش. امیدوارم تو این راهی که داریم قدم میذاریم با تمام وجودمون بیایم تو خیابون، از هیچی هم نترسید. ببینید آینده‌ای برامون نمیمونه اگه اینو بمونن تو این کشور، باید آینده‌مونو بسازیم. اینم یادتون نره بچه، احتساب خیلی مهمه. من خودم نمیخوام ویدیو بذارم، دلیلش اینه که نمیتونم واقعا. روحیشو بخوای ببینی، آقا من نمیتونم. من وقتی اون تصویرا رو تو خیابون دیدم، وقتی این اتفاق واسم افتاده، واقعا نمیتونم. حالا من کسی قضاوت نمیکنم، هر کی داره هر جا فعالیت میکنه خودش میدونه، ولی واقعا من نمیدونم چجوری میخواد ویدیوتون رو بذارید یا چجوری میخواد برید سر کار. این سه روز آینده حالا از همه مهمتره، کلا باید خیلی سرسخت‌تر باشید، ولی تحمل کنید، بیاید تو خیابون انقلاب کنید به امید آزادی و ایران جدید. پس شد اعتراض، اعتصاب، انقلاب، پیش به سوی آزادی.